اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. بشنو از مهسا حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند، تا که زخاکان این عصر و زمان مغز ما را کرده قوت جسم و جان. ما به دنبال فریدون می رویم، کاوه را در سینه ها می پروریم. نسل ما نسل سرود و زندگی است، چون که در جان و دلش پایندگی است. دین ما آزادی و آزادی است، مذهب ما مذهب آبادی است. نه نشان از شیخ در آیین ماست، نه امام و بچهش در دین ماست. مظهر ایران ما البرز کوه، تا خلیج فارس ایران کوه به کوه. کردم و تبریزی و ایرانیم، هم لر و هم کعب و هم اهوازیم. ره به کرمان میزنم، بوشهریم، تا بلوچستان به یادت میروم. آن سو از فردوس و قائن در رهم، مشهد تاریخ در دل میبرم. روسوی مازندران و تالشم، از نگاه گیلکان آرامشم. نام من مهسا و ایران جان من، چون به آزادی رسد ایمان من. علیرضا نوریزاده، سه شنبه 29 شهریور 20 سپتامبر به شما سلام میکنم. مهسا جان و دل ماست، مهسا رهامون نمیکنه تا ایران آزاد بشه. بهترین شرایط از نظر داخلی جهانی و ایرانیان به وجود اومده. سید علی آقا داره جون میده به این محرم و عاشورا اربعین و دعا خوندن آقا دست، این همه دروغه، همش دروغه. سید علی آقا داره جون میده، آقا مشتبه هم داره پیجامش عوض میکنه رهبر بشه. شما ملت بزرگ، شما ملت آزاده، شما کرد و بلوچ و ترک و عرب و فارس و حالا هرچه بگن، بلوچ و کرمانی و اصفهانی و شیرازی و خراسانی و مازندرانی و گیلانی و تالشی و از هر جایی که ایران هستید، الان موقع همبستگیست. از صدای مهسا گفتم براتون، از صداش گفتم برات، فریاد زدم دیگه. چجوری باید بگم براتون، چجوری باید یاد کنم براتون که هم لور و هم کعب و هم اهوازی، هم کردم و تبریزی و ایرانی هم. الان موقعی به پا خواستنه. خیابونا رو نگاه کنیم، نگاه کنیم به فیلم های ایران، از برخواستن مردم برای دخترک نازنینشون نگاه کنیم. حمایتش فاصله، خامنه‌ای فاصله، حمایتش فاصله، خامنه‌ای فاصله، حمایتش فاصله، خامنه‌ای حمایتش فاصله، خامنه‌ای قاتله، حمایتش فاصله. رهبری رو ببینی، مشتبه ببینی، 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 رهبری رو ببینی.
آخرین پیامه، هدف خانه نظامه، این آخرین پیامه. ببینید چه جور فرار میکنن. پایداری شما فرار اوناست. مقاومت کنید. آفرین آفرین. درود بر رشتی ها، سنندجی ها، سقزی ها، آبادانی ها، تمام بچه های ایران، مشهدی ها، اصفهانی ها. آفرین بر شما. با خیز شما این مزدوران فرار میکنن و اونایش میگه درد وطن دارن به شما میگه. ببین ماشین آپاششون در میره. این قدرت شماست. خدا شاهده اگه شما تو خیابان باشید جرأت تیراندازی به شما رو ندارند. خامنه‌ای داره جون میده. خدایا شکر زنده بودم و دیدم شعاری که من نوشتم بر زبان ملت، رهبر ما قاتل، ولایتش باطله. خامنه‌ای قاتل، ولایتش باطله. اینو من نوشتم و افتخار میکنم مثل خیلی شعارهای دیگه، ولی خوشحالم این بر زبان شما جاری است. مهسا رو کشت خامنه‌ای و این بر زبان شما جاری. پرچم ننگینشون رو انداختن، این اراده شماست. پرچمشون رو با سوسکی که وتشش گشتن با علامت سیکای هند آتش زدن. درود بر شما. پرچم ما شیر و خورشید نشانه. پرچم ما شیر و خورشید نشانه. پرچم سید علی خامنه‌ای و سید روح الله کشمیریه. آفرین آفرین مردم دلاور وطنم. آفرین. درود بر شما. دستاتونو میبوسم. درود بر شما. ببینید چقدر وحشت زدن در میرن، در میرن. بسیجی فرار میکنه، ماموره فرار میکنه، جرأت نمیکنه بیاد. نگاش کنید، یه بار بذارید اونا درد رو بکشن و بکشن فرار کنن، شما فرار نکنید. خیلی از این پلیسا مقاومت شما رو ببینن و قدرتتون رو به شما میپیوندن. رهبر ما قاتل، ولایتش باطله. همه فرد این آخرین پیام، هدف کل نظامه. تو خیابون فلسطین، خیابون کاخ، بغل گوش سید علی. آفرین. درود بر شما مردم دلاور. کدام ملتی در جهان؟ آقای جو حسن بایدن، برو بمیر، برو بمیر. دولت‌های اروپایی بمیرید. فقط اوکراین عزیز کردتونه. ملت ایران که داره اونجور کشته میشه، البته باید در اوکراین علیه پوتین کی‌جی‌بی آدم کش به پا خواست. پوتین هم دست خامنه‌ای. ضمانت بچه‌شو کرده. همون شما فریاد میزنید مشتبه بمیری ولایت رو نبینی. آفرین آفرین بر شما. درود بر شما ملت بزرگ آزاده. 43 ساله دارید با اینا می جنگید علی‌رغم تمام حقبازی ها و دروغ هاشون. آفرین آفرین. درود درود به همه شما عزیزانم. شهران تبری عزیزم، درود به تو همینطور. بانوی آزاده مبارز، درود به شما و درود به این مردم شجاع ایران. اشکم در میاد وقتی فکرشو میکنم. بذار بار دیگه تسلیت بگم به خانواده داغدار مهسا.
و مردم کرد و مردم ایران، سراسر ایران، به زنها، به جوانها. و نمیتونم بگم خوشحالم که تو خیابونا هستین. چطوری بگم که دارین جونتون رو گذاشتین اون وسط؟ من خوشحالم، من افتخار میتونم بگم میکنم از شجاعت شما، از اینکه شما رفتید بیرون و برای صلح و آزادی ما میجنگید و مبارزه میکنید و احساس تنبود میکنم در مقابل این همه شجاعت شما. خانم تبری، من یه پیامیست که هر روز دارم پخش میکنم از وفا دایی مهسا. این پیام باید همه مردم ایران بشنون و در گوش جان بگیرن. خواهش میکنم علی عزیز این پیام رو دوباره پخش بکنه بعد از قتل خواهرزادش، ببینیم چه میگوید. اصلا به هیچ وجه، به هیچ وجه ما هیچ قومیتی نداریم. هر کسی به هر نحوی این رو میخواد قومیتی کنه، با تمام وجودم میگم اشتباه 100%. به هیچ وجه خانواده ما، خانواده ایران، به هیچ وجه اینطوری نیست. به هیچ وجه، کاملا غلطه. ایران یک پارچه است، ما با هم این ندا رو سر میدیم. ما هممون انسانیم. اون کسی که بندر عباس میشینه، کسی که آذربایجانه، کسی که لرستانه، کسی که تهرانه، ما همه رو مثل خودمون داغ دیده میبینیم. کاری که تهران برای ما کرد، کاری که آذربایجان برای ما کرد، کاری که هرمزگان کرد، عراق کرد، هر کجای ایران برای ما کرد، اصفهان و شیراز کردن. ما یک مردم یک پارچه‌ایم. به هیچ وجه، به هیچ وجه ما موافق این که ما کرد هستیم و جدا هستیم از مردم ایران. من شخصا و خانواده من نیستن. همه افراد با شعور ایران خانواده من. ما به هیچ وجه طرفدار همچین ادبیاتی نیستیم. ما تابع ادبیات فردوسی و مولوی و سعدی و حافظ و تمام مشاهیر کرد و فارس و عرب و عجم هستیم. ما با هم با ادبیاتی که مشترک داریم و من الان دارم باهاش حرف میزنم و اگر ترک بودم با این زبان حرف میزدم. زبان فقط یک حلقه اتصاله. ما دلمون پیش همه. ما در یک خاک زندگی میکنیم و خاک که من برامون مقدسه. از بزرگ و کوچک خانواده ما به این اعتراف میکنیم که ما یک خانواده ایم. همه مردم ایران با هر زبانی، با هر عقایدی، ما یکی هستیم. زبانمون یکی هست و ما فکر میکنیم مهسا بیشتر از این که مال ما باشه، مال مردم ایرانه. باور کنید من زیباتر از این پیام در این سالها نشیدم. دایی مهسا امینی عزیزم، گوش کردی خانم تبری؟ بله، درود به ایشون، درود. واقعا باید احسن گفت، چیز دیگه ای نمیشه گفت. ولی واقعا باید یادمون بیاد که اقوام ایرانی هیچ وقت با هم دیگه نجنگید. معلومه. هیچ وقت علیه معلومه. هم نجنگیدن. هیچ وقت فارس و کرد با هم نجنگیدن. هر جا که کرد در گرفتاری بوده، در تحت ظلم بوده، فارس ها رفتن همراهی و کمک و با دل و جون اعدام شدن، زندان رفتن. به خاطر همین حالا هم تنها راه ما ایستادن مشترک، ایستادن همه، همدلی و همبستگی در برابر ظلمه. ما اگه همبسته نشیم، اگه با هم نباشیم، اگه تفرقه رو در به کار ببریم، هرگز موفق نخواهیم شد. شعار ما در کنار تمام شعارهایی که علیه جمهوری اسلامی داده میشه، باید اتحاد، 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 همبستگی، همبستگی، همبستگی باشه. ما بدون اون نمیتونیم از این مصیبتی که 44 سال گریبانمون رو گرفته عبور کنیم. اختلافهای ما آب با آسیا به اونها میندازه. ما باید اختلافهامون رو کنار بگذاریم و راهی پیدا کنیم برای اینکه بتونیم قویتر و موفقتر از این وضعیت عبور بکنیم. شاید تا حالا اگه حرفای منو شنیده باشید میدونید که من خواهان اتحاد در با سیمای شاهزاده پهلوی هستم. همینجا میخوام سوال کنم ازتون. ببینید، شما صحبت از اتحاد کردید. شاهزاده رضا پهلوی چندی قبل اومد یه پیامی داد. بله. واکنش توده مردم خیلی مثبت بود. واکنش آدمایی که شیله پیلم ندارن مثبت بود. اما یه عده‌ای که بسیار نخبگان جامعه هستن و در جمعشون آتش بیاران معرکه فتنه خمینی هم زیاد هستن،
موضع گرفتن. شش سازمان ملی، جمهوری خواه، نمیدونم جبهه ملی، حالا کدوم جبهه ملی، اصلا جبهه ملی هست یا نه. من یه جبهه ملی، یه آدم اصیل توشون هست، اونم هوشنگ کردستانی، همین. بقیه شون همه شون ادای جبهه ملی رو در میارن. یکیشون کتاب خامنه‌ای میفروخ، یکی نمیدونم عتیقه میفروخ، حالا کاری ندارم. واکنش اونا هم بود. بعد نمیدونم، شاید این منجش شاهزادی خود دل سرد شد. ولی با توجه به برنامه شما که یک بانوی با اندیشه که زیربنای چپ داره، برادرزاده احسان طبری که از نظر روشن فکری و دانش براش احترام قائلم، از نظر توده‌ای بودنش نه، مثل هوشنگ ابتهاج، چنین آدمی ناگهان در وسط این معرکه ندایی بلند میکنه که کمتر شنیده شده، و اون ندای همبستگی و همینطور پذیرفتن رضا پهلوی به عنوان یک نماد برای رسیدن به آزادی، به خصوص که جامعه داره او رو صدا میزن. دلم میخواد راجع به شما یه صحبتی بکنید و بیان کنید که چرا، و دلایلتونم بگید. میگم که چرا. ببینید، خیلی ها دارن میگن که تکلیف ایران در کف خیابان معلوم میشه. تردیدی نیست با همه این فیلم هایی که نشون دادید و با احسنی که ماها گفتیم به مردم شجاع ایران، به جوانهای شجاع ایران، به زنهای شجاع ایران، تردیدی نیست که حضور اونها در خیابون و مبارزه اونها بی همتاست. بدون اون هیچ چیزی امکان پذیر نیست. ولی من یک هشدار میدم، و این هشدار میخوام نقل قولی بکنم از یک سیاستمدار خیلی کهنه‌کار انگلیسی که نمیتونم، چون ازش اجازه ندارم، نمیتونم اسمشو بگم که زنده هستش. یک بار به من گفتش که هرج و مرج زمین شخ خورده برای فاجعه است، برای دیکتاتوری، برای جنگ، برای افراطگرایی. تا زمانی که اگر میخواید راهی برید که بعدش هرج و مرجه، اون راه رو نرید. ولی من میخوام بگم ما چاره‌ای نداریم، باید در کف خیابان، باید مردم تو خیابان باشن، ولی باید بدونن که با برداشتن جمهوری اسلامی چی رو میخوان جاش بذارن. چرا؟ نه اینکه فقط چی رو میخوان جاش بذارن. الان مردم ایران، گفتم، بارا گفتم که یه شانسی که ما آوردیم اینه که در این 43 سال اگه یه چیز خوب پیش در اومده باشه، اونه که اکثریت مردم دموکراسی میخوان، و اکثریت مردم الان دیگه دموکراسی رو از طریق این جمهوری غیر ممکن میدونن. خب اینم دو تا قدم به جلو. اما اینکه چه جوری دموکراسی رو بیاریم، اون مسئله خیلی بغرنجتریه. ما باید بشناسیم که چه جوری میتونیم دموکراسی رو بیاریم. ما دموکراسی نمیشه یک شبه انجام نمیگیره، طول میکشه، کار میبره. برای همینم هست که من معتقدم برای عبور از این جمهوری اسلامی، برای براندازی این جمهوری اسلامی، ما احتیاج به این مرکز ثقل داریم. احتیاج به چیزی داریم که اکثریت مردم، نه همه مردم، هیچ دموکراسی مورد قبول همه نیست. دموکراسی با اکثریت به دست میاد. من به قطع میتونم بگم که الان در اکثریت مردم ایران خواهان، اکثریت مردم عادی ایران، مردمی که با پوست و گوشتشون سیاست رو حس می‌کنن، خواهان بازگشت پهلوی هستن. صداهای مختلف رو هم می‌شنویم، صداهای مخالف رو هم می‌شنویم، البته که می‌شنویم. من گاهی فکر می‌کنم بعضی از این صداها ناشی از به اصطلاح خواست تداوم جمهوری اسلامی، بعضی اصلا خواست تداوم جمهوری نیست، بعضی‌ها نخواستن خوب ببینن که چی امکان پذیره. یکی نشسته در نروژ فکر می‌کنه دموکراسی سوئد و نروژ برای ایران ممکنه، یکی نشسته در آمریکا فکر میکنه جمهوری آمریکا یا آلمان یا فرانسه برای ایران میتونه عملی بشه. من دارم یک برنامه درست میکنم که نشون بدم که چرا بذارم کنار هم این جمهوری، این مشروطه، ببینیم کدومشون ما میتونیم نکته های بیشتری رو بگیم دارن، بیشتر تیک کنیم که بگیم چجوری میتونیم، کدومشون میتونن برای ما بهترین گزینه باشن. خانم طبری، اجازه بدید من یه سوال اینجا ازتون بکنم. وقتی صحبت از پهلوی میکنیم، یک
هویتی جلوی ذهن ما میاد که یه عده باش مخالف بودن، روشون نمیشه الان بیان بگم ما اشتباه کردیم. بله. بعضی هم نه، شجاعتو دارن میان میگن ما خطا کردیم، باشه مثل خود من، مثل خود بنده، مثل شما. بله. حالا شاهزاده رضا پهلوی یه آدمی است که از روز اول زندگیش، من تا اون زمانی که 18-19 سالی که دیدمش باش صحبت کردم، آدمی دیدمش که اولا میخونه مطلع، یعنی دنبال یاد گرفتنه، بسیار آدم فروتنیه، بسیار آدم فروتنیه. شازده های قاجار هنوز به ما فخر میفروشن، چهار نسل پیششون یه شازده بوده، حالا دیگه هنوز شازده کوره به ما افتخار میکنه. ولی آدم خیلی ساده میاد با من میشینه تو دفتر من، میریم نهار میخوریم، هیچ از این ادابازی ها هم نده. یه عده فریادشون از این، آقا ما خیلی دوستش داریم بشه تو، ولی این اطرافیان کیان که هر کی یک کلمه میگه فوش خواهر مادر بهش میدن، اینا کیان؟ اینا آیا فکر میکنی، سوالم اینه، آیا فکر میکنی اگر یه مجموعه از آدمایی که آبرویی دارن، اعتباری دارن، همدل و همرأی شاهزاده بشن، وقت از شر اون افراطی ها میتونیم راحت بشیم؟ ببینید، من اصلا به افراطی ها کاری ندارم. میگم کاری نداشته باشین به بقیه. به بقیه چی کار دارین؟ به خود این آدم نگاه کنین، کار خودتون رو نگاه بکنین. من کار خودم رو میکنم، شما کار خودتون رو میکنید، اون کار خودتون رو میکنه. به بقیه چی کار دارین؟ بقیه رو ولشون کنید. شاهزاده بارها و بارها گفته اینها سخنگوی من نیستن، اینها حرف من رو نمیزنن. خب چه بکنه اگر یک کسی میاد به اسم اون یک خوشی میده؟ کار خوبی نمیکنه. شما به محل نذارید، او هم محل نذاره. این اصلا میدونین پیله کردن به این مسائل جزئی به اصطلاح نقض غرضه. به نظر من این کار رو نباید کردش، این کار رو نباید کرد. باید به نکات مثبتی که شاهزاده میتونه برای این، برای نماد شدن این، برای مرکز ثقل شدن این تغییر به وجود بیاره، باید بر اونا تکیه کردش. ببینید، من میگفتم من مشروطه خواه هستم، من یه سوسیال دموکرات مشروطه خواه هستم و برای این موضوع تلاش میکنم، حرف میزنم، هر جا هم برسم حرف میزنم. من مشروطه خواهی رو، تعریف از مشروطه‌ام، یعنی بیان مشروطه‌ام کنار نمیگذارم. حتی اگه کسایی بخوان بیان بگن او داره تبلیغ میکنه، هیچ برام اهمیت نداره هر چی میگن، برای اینکه مستدل حرف میزنم با استناد به تاریخ، به شرایط، به تمام این مسائل حرف میزنم. ما یک انقلاب مشروطه داشتیم، ما بزرگان مشروطه داشتیم، ما مشروطه رو فرهنگش رو نداشتیم، ولی یک اقلیت کوچیکی داشتیم که اونها نتونستن، به دلیل اینکه اکثریت ما فرهنگ مشروطه رو نداشتن، نتونستن مشروطه رو مستقر کنن. ولی ما الان یک شاهزاده‌ای داریم که تاریخ مدرنیسم در پیش است. پهلوی آغاز مدرنیسم در جامعه ما بوده و این شاهزاده تمام صفاتی رو که لازمه نگهبانی از دموکراسی در آینده ایران هست داره. ببین، من میخوام یک گریزی بزنم به این دو هفته ای که از فوت ملکه بریتانیا گذشت و من هر روز به خاطر اجازه بده اینو در قسمت دوم برنامه بعد از درنگ کوتاهی، من با اون چون کار دارم نمیخوام بی رهاش کنم، ولی ازت سوال دیگری دارم. بفرمایید. من جواب سوالتون رو دادم. بله کاملا. شهران عزیز، وقتی شروع کردی بعد با خود شاهزاده که صحبت کردی، تجربه این صحبت کردن چه بود؟ چه چیزایی دستگیرش شد؟ خیلی مهم از زمانت بشه. همین رو میخوام بگم. اتفاقا میخواستم در اون گریز به این موضوع حالا دوباره میگم. عیبی نداره. یک دفعه، دو دفعه عیبی نداره. من یک آدمی دیدم صادق، همونطور که گفتی فروتن و مطلع. و یک آدمی که واقعا فکر میکنم متعهده به نیکبختی ایران. پدرش هم معتقد بود به نیکبختی ایران. راه ممکنه اشتباهات زیادی کرد. خود شاهزاده قبول داره اشتباهایی شده. بله. اشتباه شد. من بازم یک نقل قول خیلی خوب از ملکه بگم که برای شاه فقید هم
مناسبه. گفتش وقتی رفت به ایرلند شمالی و با مارتین مگنس دست داد، گفت اتفاقهایی افتاد که کاش اینطور نمی بود، کاش بهتر می شد. و در مورد ما هم همینه، اتفاقهای بدی هم افتاد، راههای بدی هم رفته شد، ولی من شاهزاده رو آدمی دیدم که تمام صفاتی رو که میتونم اطمینان بکنم بهش در او جمع دیدم. و میخوام بگم که من نه آدمی هستم که بخوام اصلا هیچ نقشی داشته باشم در کنار ایشون، نمیخوام هیچ بهره‌ای ببرم. من به اندازه کافی من رو میشناسن. من از روی صداقت کامل و از روی درک خودم این حرف رو میزنم که اینجور آدمی رو دیدم. آدمی رو دیدم که صالح هست، آدمی رو دیدم که صداقت داره، آدمی رو دیدم که صمیمیه و حتی نمیخواد بگه، نمیخواد بیا. بعضیا میگن بیا بگو من شاهم، بیا قدرت نشون بده. میگه من نمیخوام قدرت نشون بدم، اگه بخوام اون قدرت رو نشون بدم بعد منو دیکتاتور میکنین، من نمیخوام دیکتاتور بشم. برین کار خودتون رو بکنین، از نماد من استفاده کنین. این بهترین چیزیه که ما میتونیم بشنویم. آفرین. این بهترین حرفیه که ما میتونیم بشنویم. شهران عزیز اجازه بده ببرمت 44-45 سال قبل. اسفندیار منفردزاده آهنگی ساخته بود و شهریار قنبری هم شعری گفته بود. این ملودی رو فرهاد در اون روزگار به گونه خوند، گوگوش هم به گونه دیگر. اسفند دیشب اینو دوباره منتشر کرد، یعنی اولین جایی هستیم که پخش میکنیم با صدای گوگوش و برای مهسا. با ما باشید. جینا جان نمردی، اسمت رمز میشود، نماد میشود. اون وقت نگاه کنی آقای ارجمند با یه من ریش، شما از مرگ مهسا امینی متاثر نشدید، بلکه اونو مانند تیری در تاریکی دید برای پیشبرد اهداف کثیف خودتان. اهداف کثیف ما آزادی و دموکراسی و برادری و سکولاریزمه. این اهداف کثیفه. در نگاه آقای ارجمند حقوق بگیره دربار ولی فقیه. خانم شهران عزیزم، این مردم بعضی وقتا این آدم ها که به اسم هنرمند و کریمی فوتبالیست میاد با اون دلاوری میگه اینا بچه های من، اونا بچه های شما، و نشون میده این آقازاده های این دزدا رو که تو خارج دارن چیکار میکنن و بچه های ما. دیدی چه نازنین و سهراب پروین خانوم، ندا دونی دونی این بچه ها رو من میبینم اصلا. از ندا تا مهسا تا همینطور ادامه داره و من واقعا فکر میکنم اگر ما متحد نشیم، اگه ما با هم دیگه نباشیم و اگه ما این راهی رو که میتونیم بریم برای عبور از جمهوری اسلامی انتخاب نکنیم، واقعا این نمیدونم به کجا میرسه، نمیدونیم چی میشه. ندونستن بدترین چیزه، ندونستن این که بعد از این چی میشه بدترین چیزه. این سفارایی رو نگاه کن در تقاطع 16 آذر، این ملت بزرگ در برابر این کلا خودی ها با اون باتوم و اسلحه و تفنگ. درود بر این ملت، درود بر این جوان ها، درود بر زن و مرد ایران. باید اونهایی را میدونین آقای دکتر، خیلی از که دین اون طرفی ها هستن آدم های بیچاره این، شاید باید کمک کرد که اونا بیان طرف مردم. باید بهشون گفتش که تو تفنگاشون گل بذارن، چلیک نکنن به مردم. این هم یک راه هستش که باید تبلیغ کرد که اینها بپیوندن، وگرنه اگر نپیوندن سرنوشتی که در سرنوشت همون خامنه ای در انتظارشون خواهد. خانم طبری همین الان شما یه پیامی رو میبینید که فرماندهان برای بسیجی ها فرستادن و اونا نگاه کنید. از تمام عزیزان حامل انقلاب خواستاریم در این اقتشادها پشت آقا باشیم. خب بله. مانند مردم کوفه ایشون رها نکنیم. توصیه ها، فیلم های قدیمی مربوط به گروه های اشرار و تجزیه طلب را پخش کنید. پروفایل پرچم های گروهک های تجزیه طلب بذاریم و در لباس این تروریست ها انجام عملیات سایبری کنیم و در گروه های مختلف حراس ایجاد کنیم و تبلیغات تجزیه کردستان رو بکنیم تا اختشاشات رو به حاشیه بکشونیم. تمام اعتراضات کردستان رو به گروهک های کومله و پژاک
منتسب کنیم. هر ویدیو اومد بیرون از اختشاشات باید بگیم این قدیمیست، مربوط به سالهای گذشته مثل 98. اینو خود بسیجی ها به دست ما ها رسوندن، یعنی در واقع خود داخلشون آدم های شرافتمند زیادن. برگردیم سر حرف رو. میدونین این بچه های بسیجی، خیلی از پاسدارا بسیجی ها، اینا بچه هایی بودن که از روستاها اومدن. بله. بچه های نادانی بودن، ناآگاهی بودن، فکر کردن دارن راه درست میرن. اینا هم خیلی هاشون اشتباه میکنن، باید اونا رو تشویق کرد به مردم بپیرن. آفرین. برگردیم سر حرف خودمون. یه چیزی که مثل بغض در گلوی من مونده، همسرم خیلی روی این مسئله متأثر بود، اینه که ملت انگلستان از قومیت‌های مختلف هم ترکیب شده، ولی United Kingdom of Great Britain هنوز اون اسم گریتش هم حفظ کرده. ملا نقطی هم ایراد نمیگیرن بهش، آقا شما یه روزی گریت بودین الان نیست. چه کار کردن با ملکه‌ای که 70 سال پادشاهی کرد؟ اشتباهات فراوانی داشت، خیلی زیاد، ولی این مردم او رو دوست داشتن، او رو نماد وحدت ملی و نماد دموکراسی و نماد اینکه کشورشون در جهان نمونه بود. دلم میخواد تو که به هر حال نزدیک بود نماینده مجلس هم بشی، تا اگر لعنت بر آن بیماری سراغت نیامده بود امروز شهران طبری در پارلمان انگلیس بود. تو انجمن شهر رفتی، یعنی قدم بعدی پارلمان بود. خودت چه احساسی داشتی و چه تعبیری از این برخورد ملت؟ دیروز من نگاه میکردم مردم کیلومترها پیاده اومدن با این کاروان جنازه و 24 ساعت توی زیر بارون دف کشیدن، نشستن با یک ترموس چای و یه دونه ساندویچ 24 ساعت وقت گذروندن برای اینکه فقط یک ثانیه، دو ثانیه از جلوی تابوت ملکه سرخم کنن و رد بشن. چرا این کار کردن؟ من این 10 روزی که 10 روز عزاداری بود، همه برنامه ها رو نگاه کردم، روزنامه ها رو نگاه کردم و سعی کردم لغتهایی رو که بیشتر از هر چیز تکرار میشه یادداشت کنم. ببینید، رسانه ها با مردم خیلی زیادی صحبت کردن در سراسر مملکت، از اسکاتلند گرفته تا ایرلند تا ویلز تا همه جا، تا شمال انگلیس تا جنوب انگلیس با مردم صحبت کردن. لغاتی که بیش از هر چیز من براتون میخونم که درباره ملکه گفتن اینها بود: نماد تاریخ. گفتن ما حس میکنیم که ما اینجا نشستیم و ما بخشی از تاریخمون است. حافظ تداوم. گفتن ما از این که در این 70 سال و قبل از اون، از وقتی مشروطه داشتیم، در مملکتمون تداوم وجود داشته، این تداوم رو مدیون این نظام پادشاهیمون میدونیم. نمونه وفاداری. خود مردم وفاداری دارن، وفاداریشون رو به پادشاهیشون میدن و وفاداری رو پس میگیرن. هیچ چیزی یک طرفه نیست، دو طرفه است. مردم بهشون میدن، اونها پس میگیرن. وظیفه شناسی، خدمت به مردم و مملکت، راهنما و هدایت کننده ساکت، در مشق زندگی. اینا لغتایی بود که بیش از هر چیزی به گوشم خورد. و اینکه این فرهنگی که اینطور از شراکت مردم و این نهاد پادشاهی تشکیل میشه، دو مرتبه برمیگرده به مردم. این نماد پادشاهی، این نماد ملکه در تمام الان در قرن 21 70 سال پیش نیست. 70 سال پیش یه چیز دیگه ای بوده، ولی با مردم پیش اومده و مردم اینو میدونن. مردم بهش گفتن که اینجا اینو میخوای، اونجا اونو میخوای، ولی پادشاهی رو دور ننداختن، مشروطهشون رو دور ننداختن. تمام این مدت فکری که من میکردم این بود که لعنت به ما که ما پادشاهیمون رو بدون اینکه ازش بخوایم چطور بشه، بدون اینکه ازش بخوایم پا به پای دنیا پیش بیاد، خواستای ما پیش بیاد، همه رو از دست دادیم. دو تا پهلوی ها در غربت مردن، یاد باشه. اونا که کشور رو ساختن، به کشور خدمت کردن. ما باید برگردیم به قبل از مشروطه، قبل از پهلوی، به
ببینیم ما چی بودیم، مردم ما چی بودن، میزان سواد، میزان رفاه، میزان آموزش، میزان بهداشت رو نگاه کنیم، ببینیم چی بودیم در این مدت 50 سال که اینا بودن چی شد. حالا من میخوام بگم علاوه بر این، ما یک شانسی داریم هنوز برخلاف خیلی از کشورها یا همسایه‌مون که این شانس رو از دست دادن، ما شانسی داریم که هنوز یک پهلوی محکم و دموکرات و قادر در میانمون هست. و اگر این رو نشناسیم و نخواهیم بهش توجه بکنیم، این شانس رو هم از دست. من صفاتی رو که برای ملکه میشمردن رو هم یادداشت کردم: وقار، شخصیت، نجابت، عشق، تواضع، شوخ‌طبعی. تمام اینها رو در شاهزاده میبینم، تمام این صفات رو در شاهزاده میبینم. من فکر میکنم ما باید بگیم این حرفا رو. خیلی ها خجالت میکشن، خیلی هایی که مثل من مخالف سلطنت بودن الان خجالت میکشن بیان این حرفا رو بزنن. بعضیا به من ایراد میگیرن، میگن دارید تبلیغات میکنید. این تبلیغ نیست، این آگاهی رسوندنه. من دارم آگاهی میرسونم به مردم که این چیزی که ما داریم، این موهبتی رو که داریم نگاه کنید، مقایسه کنید، بشناسید و اینو از دست ندید. من الان تمام حرفم این استش که متحد بشید. حالا بعدنم خودش آزاده گفته همه پرسی میذاریم، نخواستین اشکالی نداره. بعدم در همین شرایط اکنونم من به هیچ جمهوری خواهی نه بد میگم نه باهاش دهن به دهن میشم، ابدا برای اینکه معتقدم دموکراسی با 99% نیست. 99% یا مال اسد و صدام و اینا هستن. بله درست. دموکراسی 55% 60% اگه باشه عالیه. و من از اون چه که میشنوم، ببین ما امکان نظرسنجی در ایران نداریم، ولی نظرسنجی افواهی داریم. ما هر کدوممون دائم مردم میرن میان، تماس داریم از طریق رسانه ها، از همه طریق میشناسیم، صدای مردم رو میشناسیم. من چقدر توده‌ای میشناسم که میگن ما غیر از پهلوی چاره ای نمیبینیم. توده‌ای میشناسم که این حرف رو میزنن و قبول دارن. چقدر کسایی میشناسم از میلیون که میگن ما اشتباه کردیم. درسته، این شاهزاده تنها امید ما هستش. ما این امید رو فعلا برای فعلی متحد بشیم، حالا تا بعدا هر چی پیش اومد. من دارم یه برنامه درست میکنم، انشالله با توجه شما از این برنامه تلویزیون شما پخش میکنم، اگه فرصت بشه الان تا هفته دیگه یا یه 10 روز دیگه این برنامه رو درست میکنم، میگم که دموکراسی های مشروطه چی بودن، دموکراسی های جمهوری چی بودن، اطراف ما چی هستش، پیشینه ما چی هستش. انشالله در برنامه آینده این رو خواهیم داشت. خانم طبری، یه نکته رو خدمتون بگم. برنامه‌ای که شما تا حالا داشتید خیلی مورد توجه بوده. من همین سفرم که امریکا رفتم تعداد زیادی از دوستانم رو دیدم، از ایرانیانی که محبت دارن، لطف دارن. تو مغازه و رستوران صدف برم یا اون یه شعله برم یا عطاری برم، همینجوری مردم میمدن و اظهار محبت میکردن. یعنی واقعا من خجالت زده مردمم، به خصوص اونایی که از ایران تازه اومده بودن و چقدر لطف داشتن. از جمله موارد اشاره به برنامه شما بود و اینکه چقدر این برنامه خوبه. ما چقدر خوشحالیم که یه خانم تحصیل کرده، چون حضور زنان در صحنه مبارزه کمه، یعنی ممکنه از نظر تعداد کم نباشه، ولی از نظر اون معنا و مفهومی که لیدرشپ رو، یعنی فکر کنید پهلوی ها به زن ایرانی آزادی دادن، آزادی حضور در جمع. کدوم کشور اطراف ما به اندازه ایران زنان آزاد بودن و فقط شاید مثلا حتی در لبنان هم که این آزادی وجود داشت، به ندرت شما 4 تا نماینده زن یا وزیر زن میدیدید، یا در مصر. ولی در ایران زنان واقعا، از من وقتی نگاه میکنم یادم میاد دهه 40 و 50 زن ایرانی در صدر بود و مثل اروپایی‌ها حق و حقوق داشت. حالا برای همین حضور شما رو مردم خیلی پذیرا میشن. یه بانوی تحصیل کرده ایرانی که سابقه چپ هم داشته، امروز
درک کرده، لمس کرده، رفته جستجو کرده و اومده بهش داره گزارش میده. از این نظر من خیلی خوشحالم و امیدوارم بتونیم از بچه های داخل ایرانم بهره ببریم که به شما تصویر بدن، اسم به آدم بدن، صدا بدن که شما بدونید حرفی که میزنید، چون مطمئنم خودتون اعتقاد دارید، مستند بر یک واقعیتی است که دو جامعه ما رخ داده. ما الان اسم دیگه نمیشنویم. آخه این جالبه، شما یکی از این آدمای خیلی چی بگم اسمشو، برگشت گفت ما تا حالا در ایران اسمی از پهلوی نشنیدیم. گفتم رضا شاه روحت شاد نیست، رضا برگرد، اینا اسمی از پهلوی. جلوی مسجد گوهرشاد مردم فریاد بزنن رضا شاه روحت شاد، خیلی مسئله بزرگیه در هیچ کشور. ما باید تلاش کنیم این موضوع فراموش نشه، فراموش نشه. این موضوع در همین تجمعی که هستش باید تلاش کنیم که مردم بدونن که این بدون داشتن یه مرکز ثقل، بدون داشتن یه کسی که نمیخوام بگم رهبری به اون معنی، چون مردشون رهبر ببرن اصلا رهبر نمیخوای. ما یک نماد تاریخی داریم، نماد تاریخی خیلی 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 گران قیمت واقعا. یعنی اگر این رو نتونیم به اصطلاح بالفعل کنیم، اگر نتونیم، این به عهده ماست که این رو بالفعل کنیم، نه به عهده خودش. دقیقاً به عهده ماست که او رو بالفعل کنیم، و اگر نتونیم این کار رو بکنیم یک فرصت طلایی رو از دست دادیم. من واقعا اعتقاد دارم به این موضوع. در مورد زنا فرمودید، من میخوام بگم که زنا به طرف وسیعی در جامعه ما فعال هستن، منتها متاسفانه زنها به صحنه سیاسی نمیان. من گله کردم از بانوان که چرا نمیایید خودتون بنیانگذار یک حزب باشید، چرا نمیان بنیانگذار یک گروه سیاسی باشید، چرا همش مردا باید بیان بعد از ماها به عنوان زینت المجالس دعوت کنن؟ برای اینکه بودجه ای که میگیرن بهشون میگه که باید زن بیارین تو کارتون. نیاین با اونا، نیاین، بیاین خودتون گروه های سیاسی درست کنین که بدونین. و معتقدم که زنها اتفاقا میتونن خیلی راحت تر انتقاد کنن از خودشون و خودشون رو بشناسن و اشتباهات خودشون رو بپذیرن تا مردا غرور و ایگوشون خیلی بزرگتر از زنها هستش. خواهش میگم شما به عنوان یک عضو حزب کارگر در اینجا تجربه حزبی خیلی خوبی دارید. بله، من 30 سال در حزب کارگر بودم. برای من میخوام بگم حضور زنان در قالب یک حزب و تجمع یه ضرورته. حزب زنان درست نباید بکنن، باید حزب درست کنن از مردا بخوام که بیاین بپیوندن. چرا نه؟ رهبر حزب باشن، رئیس حزب باشن. چرا همیشه رهبرا باید مردا باشن؟ تو سیاست اگر این کارو نکنیم، این همه زنها کشته شدن، این همه زنها تو زندان هستن، این همه زنها تو خیابون هستن. فردا دو تا مرد، حالا البته اگر من معتقدم اگه شاهزاده بیاد که زنها واقعا نقش مهمی داره، فرق میکنه. خیلی خیلی قشنگ بود خانم طبری شهبانو گفت اگر روزی برگردم لیلا ولیعهد، خیلی قشنگ چیز، دختر شاهزاده رضا نور. بله، منم همینو میگم. منم میگم ما پادشاهی موروثی میخوایم، برای اینکه تداوم میخوایم، برای اینکه ببینید وقتی که ملکه میخواستن تابوتش رو بذارن تو زمین، یک کسی هست به اسم لورد چمبرلین. بله. این از قدیم یک عصایی داره، یک چوبی داره، که این چوب در گذشته برای این بوده که توی دربار وقتی میرفته کسی صداشو بلند میکرده یا بی احترامی میکرده یه تقی بهش میزد. وقتی یک پادشاهی میمیره این چوب رو میشکنه و میذاره روی تابوتش. یعنی اینکه این پادشاه رفت، یکی دیگه بلافاصله اومد، بلافاصله یکی دیگه اومد، شکاف نمیافته. یعنی در واقع King died, long live the king. همیشه این شعار بود. همیشه این شعار بوده. The king is dead. و این که برای همین باید موروثی باشه. حالا من درباره این که یه عده از این که چرا یه خانواده باید اینطور بهش ما احترام بذاریم، چرا یه خانواده باید موروثی، من درباره اینم میگم که چرا. اینا همه دلیل داره. بی خود نیست که 12 کشوره که در رأس دموکراسی های دنیا هستن مشروطه. بی خود نیستش، دلیل داره. این دلیل ها رو باید گفت و شناسون
وقتی بشناسیم اون وقت میفهمیم یعنی چی. سلطنت از آن پادشاه نیست، سلطنت از آن مردمه. مردم این ودیعه رو به یک خانواده میسپارن به خاطر کاری، به خاطر چیزی. این کاخها رو در اختیارش میگذارن به خاطر حیثیت خودشون، به خاطر شخصیت خودشون، به خاطر اینکه اونها وظیفه شناسی رو به مملکت یاد بدن. اینا همه درسه. این درس‌ها رو باید یاد گرفت و اون وقت کمتر و کمتر مخالفت‌ها، مطمئنم مخالفت‌های بی اساس خواهد شد. یکی من گفت چرا ما مثل کانادا نشیم، چرا ما مثل آلمان نشیم. من حالا توی همین برنامه‌ام خواهم گفت، شما میدونید آلمان وقتی یا فرانسه وقتی پادشاهشون رو گذاشتن کنار، ویلهلم دوم رو گذاشتن کنار، لویی 16 رو گذاشتن کنار، چند دهه جنگ و بدبختی، بله بیچارگی کشیدن، درست فاشیسم و بدبختی کشیدن تا اینکه بالاخره در قرن اواخر قرن 20 به دموکراسی رسیدن، در حالی که اونایی که مشروطه بودن ذره 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 دموکراسی رو جا انداختن. در نمونه سوئد و نروژ و دانمارک و بله بلژیک رو داریم میبینیم، هلند و بریتانیا میبینیم. بسیار ممنونم از دادت. پادشاه اسپانیا اومد و مدافع دموکراسی در من رفت تو مجلس، به فاشیستا گفت از رو جسد من باید رد بشین. به فاشیستا اینو گفت. بله خانم طبری، من که سیر نمیشم، بسیار برنامه خوبی بود، از مصاحبتت بسیار من آموختم و امیدوارم بینندگان ما هم به همین اندازه بهره برده باشن. بازم قول بدین در فرصت‌های دیگه، البته شما برنامه خودتون رو دارید و ما مفتخریم که این برنامه رو پخش میکنیم و من بارها گفتم خانم طبری این لطفو کرده به ایران فردا، نه از ما چیزی میخواد، نه دستمزد میخواد، نه مثل حقوقی ما، هیچی. با نهایت صمیمیت و با عشق اومده این کارو میکنه. من از شما مطمئنم که به من این امکانو دادید که حرفامو بزنم. یک سپاسگزارم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق خانم شهران طبری، نویسنده، محقق، استاد و راهنمای بنده و شما. تا دیدار بعدی، بدرود.